دوستای خوبم به کانال فرستس یا و سلامتی خوش اومدید خب ادامه میدیم آموزش سوالات گواهینامه آلمانی رو از روی معتبرترین اپ فارشوله و بروزترین آپدیت سال 2021 خب اروی اپ قسمت های ترینینگ آل فراغن بخش دوم هستیم سوزاتشتوف کلاس ب از این مجموعه قسمت قسمت اولش گفاغن لغه از این مجموعه اون قسمت ارمیدونگ آبلنکون که گفتیم بخش کوتاهی هفت سال داره و قسمت بعدیش افکتیو ایموشنال اس فرهات ایم استراسن که 27 تا سال داره رو هم میشه 34 تا سال که گفتیم دو تا بخش رو توی دو تا ویدیو هر ویدیو 17 تا سوالش رو بررسی میکنیم تو این ویدیو 17 سال سوال اولش رو بررسی میکنیم ارمیدونگ، ابلنکونگ ولن یوبن خب سوال اول واس ویکت اف لانگن فارتن د ارمودنگ گیگن میگه واس ویکت گیگن چه چیزی قلبه میکنه اافلنگن فارتن در به اصطلاح مسافرت های طولانی در ارمیدنگ از خستگی یعنی چی یعنی چه چیزی باعث میشه خستگی شما توی به رانندگی های طولانی از بین بره منظور این سوال اینه خب گزینه ا میگه ریش سایتیگه اون ausreichendde پوزم میگه ریش سایتیگه به اصطلاح در زمان مناسب اون اوس قشنده و به اندازه کافی پوزن به اصطلاح استراحت بکن یعنی چی یعنی هر معمولا اینجوریه که هر دو ساعت یا سه ساعت میرید بعد یه جایگاهی تهویه شده اونجا پاوزه بکنید حتما حداقل حت 15 دقیقه 20 دقیقه اونجا پاوزه بکنید اما ماشین بیاید بیرون یه دستپاتون رو بکشید یه حرکتای به اصطلاح ژیمناستیکی یه قدمی دور ماشین بزنید حالا اونجا مثلا میتونید یه چایی کافی یه چیزی اینجوری هم بخورید خب این داره درست میگه دیگه بعد این کارو بکنیم گزینه ب میگه گیمناستیش بینگن ورند پاوز میگه همون حرکات کششی یا حرکات ژیمناستیک دستپاتون رو بکشید وند پاوز در خلال پاوزه یا استراحتون خب این هم داره درست میگه گفتیم بعد این کارو بکنیم گزینه سه میگه کافی ترینکن شتات پاوز میگه کافی ترینکن یعنی کافی بخوریم شتات به جای پاوز استراحت کردن خب این غلطه دیگه ببینید کافی خوردن باعث نمیشه که شما خستگیتون از بین بره و این حتما مهمه که اگر به اصطلاح 10 ساعت 15 ساعت میخواید رانندگی بکنید حداقل هر سه ساعت یک بار یه جا پازه بکنید بستگی به خستگی دون داره 10 دقیقه تا 20 دقیقه بعضا تا 40 دقیقه استراحت بکنید خب گزینه سه غلطه آفلوجون همونجوری گفتیم آوه داره سه امتیاز ساعت 4 امتیازی وایتا سوال دو ویش گفار کن باید نوزنگ فون فارا سیستم بشتین میگه وش گفار بشتین چه خطراتی ممکنه به وجود بیاد با نوزنگ به وسیله استفاده از فاگر اسیستنس سیستم سیستم های به صلاح کمکی راننده ببینید این ماشین های مدل بالا سیستم های کمکی دارن متوجه هستیم مثلا یه سیستم داره برای اینکه شما از خط خارج نشید یا یه سیستم داره وقتی که از خط خارج شما رو به خط برگرده و خیلی سیستم های دیگه خب میگه حالا این سیستم ها چه خطراتی ممکنه داشته باشه گزینه ها میگه در فارتسوک فیوغه کان ان دی سیستم هاون میگه در فارتسوک همون راننده منظورشه کان میتونه فارش اروارتونگن توقعات اشتباهی دی سیستم هاون در سیستم داشته یعنی سطح توقعش ممکنه از این سیستم ها بالا باشه ولی سیستم همچین سطح توقعی رو نتونه پوشش بده خب گزینه ها داره درست میگه گزینه ب میگه در فاتسک فورا کان اخته میگه در فاتسک راننده کان میتونه تو خیلی کم اوف داس فرکیرس گشیرن یعنی این تردد کشیده شده رو بهش توجه بکن یعنی توجه راننده به تردد ماشین های دیگه توی خیابون ممکنه که کم بشه خب این داره درست میگه دیگه اینم خب گزینه سه میگه د فات سکفور کان دی ایگن فه فه یعنی چی یعنی د فات سکفور راننده کان میتونه دی ایگن فرانتورتونگ این به مسئولیت پذیری خودش رو فر کم بشه یعنی چی یعنی دیگه فکر بکنه اوکی این سیستم کمکیار راننده همه مسئولیت رو به عهده گرفته دیگه و من دیگه خیالم راحت نیاز نیست خیلی توجه بکنم خب اینم داره درست میگه دیگه خب آفلوزون همونجوری گفتیم هر سه گزینه درسته امتیاز سوالم سه امتیازی وایت سوال سه وشه گفا بشتید ون زی دوش دی نوتسون الکترونیشه گریته ورن د فارت وردن میگه وش گفا بشتید چه خطری به وجود میاد ون وقتی که شما دوش از طریق دی نوتسون الکترونی شکقیته از طریق استفاده از دستگاه های الکترونیکی ویغن دفات در خلال حرکت آب وردن میتونه حواس شما رو پرد بکنه منظور اینه که داری رانندگی میکنی از موبایلتون مثلا استفاده بکنید موبایل یه دستگاه الکترونیکی دیگه درسته مثلا داری رانندگی میکنید با موبایلتون حرف بزنید یا مثلا اسمس بدید منظور این اینه خب حالا چه خطراتی به وجود میاد خب گزینه آ میگه ich kann von meinem Fahrstreifen میگه ایش کان من میتونم von meinem Fahrstreifen از لاین حرکتی خودم آب کنم خارج بشم خب این دوره درست میگه دیگه ممکنه مثلا از لاین دو دارید میرید حواستون به تلفن باشه دارید به اصطلاح اس میدید یهو مثلا اومده باشید مثلا تو لاین یک و ماشین بغلتون باشه تق بزنید بهش مثلا تصادف ایجاد بشه خدای نکنه خب گزینه آ درست گزینه ب میگه ایشکان فکیه سایشن اووزیه میگه ایشکام من میتونم فکیه سایشن اووزیه نبینم درسته یعنی تابلهای رانندگی رو شما نبینید اینم داره درست میگیدید مثلا اونجا زده باشه زون مثلا سیتایی شما دارید با 50 تا میرید خب اون تابلو رو ندیدید به خاطر اینکه عواصتون توی گوشیتونه خب اینم داره درست میگه گزینه سه میگه من انحلت وگ کنزیش فکرکتسه میگه من انحلت وگ این مسیر متوقف شدن من کان میتونه فکوتسن چیه کوتاه بشه نه دیگه همچین چیزی نداریم که یعنی چی یعنی شما حواستون تو گوشی باشه بعد اگر ترمز بکنید مسیر توقفتون کوتاه میشه اصلا داره چرت میگه اصلا هیچ بی گزینه سه بی معنیه آف همونجوری گفتیم آوه در سمتر سو سمتی از وایتا سوال 4 Welche چه führt bei äh, jungen Fahrern äh, häufig zu äh, اون äh, میگه که وش اور چه دلایلی فروت هدایت میکنه با یونگن فاق این راننده جوان های اغلب سوز و دیسکو فون فلن. دیسکو فون یعنی چی یعنی شما انقدر خسته اید ولی با اینها میخواید ادامه مسیر بدید و باعث تصادفات وحشتناک میشه میگه حالا دلایل چی میتونه باشه گزینه آ دی فاق میک نیشت از اوبر مودت زین میگه دی این راننده ها تشخیص نمیدن داس که زی اونها او و زین که اونها به خسته شدن خب اینها جوونن هنوز تجربه ندارن و نمیتونن تشخیص بدن که آیا خستن یا خسته نیستن این درست میگه گزینه ب میگه دیفاق هم نیش در زی کرپلیش ارشفت زین میگه که دیفاق این راننده ها میگه نیش تشخیص نمیدن در زی که اونها کرپلیش به صورت جسمی یعنی بدنن ال زین ال یعنی دیگه تموم شده یعنی دیگه در حد مرگ خستن دیگه لازم بدنی فیزیکی خب اینم داره درست میگه خب گزینه سه میگه دیفاق میکنیش نیش این راننده ها تشخیص نمیدن که زی اونها فار اون تاگلیش زین که اونها دیگه به اصطلاح توانایی رانندگی توانایی ادامه رانندگی رو ندارن برای ادامه رانندگی دیگه ناتوان هستن خب اینم داره درست میگه آفلوزون همونجا گفتیم هر سه گزینه درسته امتیاز سوال 4 وای تا. سوال پنج وی می فردن میگه چطور باید درست رفتار بکنیم وقتی شما در یک به رانندگی دارید شبانه خب تو شب دارید میرید این به خستگی رو احساس میکنه یعنی تو شب دارید رانندگی میکنید بعد زمان به حضورتون باید چجوری و درست رفتار بکنیم وقتی که این احساس خستگی رو بهمون دست میده احساس خستگی رو حس میکنه گزینه آ میگه ایش فسیشت اف اینه گیگن دی میگه یعنی من صرف نظر میکنم اف این از به اصطلاح شکوندن این رانندگی یعنی ادامه مسیر میدن خب صرف نظر میکنم از اینکه مثلا متوقف بشم اون کنفه و می جنگم گیگن دی با این به خستگی می جنگم یعنی درسته که خسته هستم می جنگم نه من میتونم بعد ادامه بدم نه همچی کاری من نمی کنم خب بعد استراحت بکنم پاوزه بکنم وزینه ب میگه ی اونطبقهش دیفارد فی این اوسقشند پاوزهمیه اون طبقهش من میشکونم دیفارد این حرکت رو این اداوه مسیر رو فی برای یک اوسشند پاوز برای یک اصتراحت کافی این داره درست میگه دیگه باید حرکتتون رو متوقف کنید در جایگاه مناسب برید و استراحت بکنید و اون اندازه که بدنتون نیاز داره Cousin Essay میگه ich lasse nach Müdigkeit einen میگه ich lasse nach من اجازه میدم بعد از این خستگی einen Mitfahrer یه سرنشینم fahren ادامه مسیر بده. یعنی چی؟ یعنی به سرنشین کنارت میگی بابا من خسته ام نمیتونم دیگه رانندگی کنم. تو بیا بشین پشت فرمون. خب آره دیگه ما بعد اینجوری بکنه Cousin Essay داره درست میگه. Auflösung. همونجوری گفتیم به اوسه درست امتیاز 4 امتیازی. Weiter. سوال 6.

گزینه ب میگه اشپاننده زندونگ ایم اوتو رادیو یعنی چی یعنی اشپاننده زندونگ یعنی رادیو رو روشن کردید و یه موسیقی باحال داره پخش میشه و این موسیقی شما رو تحت تاثیر خودش قرار میده و ممکنه حواستون رو پرت بکنه گزینه ب هم درست گزینه سه میگه شتارک ایموشنن تو مایش فی فروید ارگ میگه شتارک ایموشنن احساسات قوی تو مایش مثل فروید یعنی احساس سرماستی احساس خوشی زیاد ارگ یا احساس عصبانیت زیاد یا اون گدولدیک به اصطلاح احساس بی صبری زیاد یعنی دیگه به قول عجله دارید صبرتون سر اومده و میخواید گاز بدی سری برسید خب این هم ممکنه که حواستون رو به اصطلاح پرت بکنه و هوشیاریتون رو کم بکنه گزینه سه هم درست آفلوجون همونجوری گفتیم هر سه گزینه درسته امتیاز سوال چهار امتیازی وایت هم سوال هفت سوال آخر این قسمت واس لینکت زی ویرن دفات stark آب میگه واس لینکت زی آب چه چیزی به صلاح حواست شما رو پرد میکنه ویرن دفات در خلال حرکت خیلی قوی یعنی چه چیزی خیلی قوی دیگه باعث حواست پردید میشه کنترل فرمون مثلا از دست میده گذینه آب میگه کوین گلنده کینده آفدن روگ زدسن میگه کوین گلنده کینده یعنی بچه هایی که آفدن روگ زدسن تو صندلی عقب، دارن نق میزنن مثلا دیگه از گریه زاری دیگه گذشته دیگه به قول یار گفتنی دارن وق میزنن دیگه <applause> خب این میتونه حواس شما رو پرت بکنه دیگه داره درست میگه گزینه آ درست گزینه ب میگه تلفن نیقن یعنی چی یعنی تلفن بزنید در خلال حرکت این میتونه خیلی قوی حواس شما رو پرت بکنه اینم داره درست میگه گزینه س میگه انتوندن این میگه انتوندن یعنی یعنی روشن بکن این تیگاقته یه سیگاری رو روشن بکنی خب این هم میتونه حوات شما رو پرت بکنه آف همونجا گفتیم هر سه گذینه دور امتیاز سات چهار امتیازی وای هم خب این قسمت تموم شد میریم برای قسمت بعدی افکتیو امویسیونالیز فهانتیم شتغاسن فکیا ویلن ایبن. سوال اول میگه این لانگزم فاقا هندت زی ام فور فورورد کومن واسیس ریشتیش میگه این لانگزم فاقا هندت زی یک رانندهی که داره کن میره هندت مسیر شما رو مسدود میکنه ام لغن فورورد کومن در, در مسیری که شما دارید با سرعت به اون نزدیک میشه یعنی یعنی شما دارید با سرعت میرید یهو میخورید به یه ماشین جلوتون که داره آروم میره خب حالا واسه ایس ریشتیش حالا چی اینجا درست گزینه آم میگه ایش فاقه گنس دیشت آف اون دن او بخور بک تو فکوتسه خب نکته تلایی داشتیم گفتیم هر وقت تو گزینه ها لغت دیشت بود یعنی میبینه خیلی نزدیک اون گزینه صد درصد غلطه خب من فقط معنی میکنم میگه ایش فاقه گنس دیشت آف میگه من میرونم خیلی نزدیک بهش یعنی میرم سپر به سپر میچسپونم بهش اون به خاطر اینکه دن او به هول بگیم مسیر سبقت رو تو, تو فکر کوتاه بکن یک نه دیگه ما همچین کاری نباید بکنم بسیار خطرناکه گذینه بمیگه ایش فاقه هینتا ایم ها eine gelegenن های zum اون kommt میگه ش فقط این اینم من میرونم پشت اون تا eine گل های یه فرصتی اون کم یه فرصتی برای سوت گرفتن بیاد خ داره درست میگه بعد آروم پشت سرش برید تا یه فرصتی پیش بیاد که ازای سوت بگی رد بشید بیت گزینه بدو گزینه سه میگه ایش فق این میگه این میگه میکنیم و شنل از که اون سریعتر یعنی چی یعنی میریم پشت سرش نیرو بالا پای میزنیم میگیم وای بابا یه خورد سریعتر برو چی انقدر داری آروم میری خب ما همچین کاری نمیکنیم کنیم دیگه این گزینه سه هم داره غلط میگه آف همون همونجوری گفتیم فقط به درست امتیاز سوال 4 امتیاز وایت سوال دو نختم زی لنگر آف این اینر لاندستراسه اینم زل لانگزام فارن

جلو تو یه ماشینی که داره آروم میره و شما مجبور بودید مدت زمان طولانی پشت این ماشین آروم برید حالا یه فرصتی پیش میاد ازش سبقت بگیرید چجوری باید اینجا رفتار بکنیم منظور این سوال اینه گزینه آ نختم او بعد از سبقت گرفتن شیر ایش می اوسراشندم آبشتن این اوم دن اندره فاقا نیستو تو به هنده میگه نختم او و هولم بعد از اینکه سبقت گرفتیم شیغ ایش من قیچی میکنم میت آوز خاشندم آبشتن این من قیچی میکنم به داخل یعنی برمیگردم تو لاین خودم به صلاح با یک فاصله کافی از اون ماشینه خب یعنی به اندازه کافی هم ماشینه باید دور باشم بعد بگیرم دست راست توی لاین خودم اون به خاطر اینکه دن اندقن فاقا اون راننده دیگر رو نیست تو به این دن مسیرش رو مسیر نکنم خب این داره کاملا درست میگه گزینه ب میگه نختم او به بعد از سرقت گرفتن به قمز ایش کوتس آب من کوتاه ترمز میکنم اون به خاطر اینکه دن اندرن فاقا این راننده دیگر رو را آف زنگ لنگ زامس از وسلا این آروم روندنش هین تو وایزن یعنی بهش هشدار بدم ببین اینجوری داشی آروم میرفتی مثلا اعصاب منو خرد کردی اینجوری بهش حالی بکنین دیگه ما هم چی کاری نمیکنیم گزینه میگه نخت مو بعد از سبقت گرفتن فاق ایش به تند لنگزام من میرونم به اندازه کافی آروم اون به خاطر اینکه دم فقط به اون راننده دیگه دی اوس ویکو این تأثیری از زاینس فهانتس رفتارش رو سوف دویت لیشن یعنی چی یعنی بهش حالی بکنم یعنی بعد از اینکه از سبقت گیر میره جلو حالا شما شروع به آروم رفتن تا اون حالیش بشه ببین حالا خوبه اینجوری تو آروم میرفتی به در من در آوردی خب نه دیگه ما هم چه کاری نمی‌کنیم اوف همونجا گفتیم فقط آ درسته امتیاز سوال چهار امتیازی وایتا سوال سه در فقاوس فاغنده هندن زی زاید لانگرن ام او بحولن وی فاغتن زی زیش میگه در فقاوس فاغنده این ماشین جلویی هندن زی یعنی مسیرتون رو مسیرت میکنه زاید لانگرن ام او بحولن یه مدت زمان طولانی که به صلاح سبقت نمیتونید بگیرید بی فارتن سی حالا چجوری جوری درست بعد رفتار بکنیم خب گزینه آ میگه ایشفاق دیشت آف میگه خب گفتیم دیگه نکته طلایی داشتیم هر وقت در گزینه لغت دیشت بود اون گزینه 100 درصد غلطه اینجا دیشت داره که غلطه خب میگه ایشفاق دیشت آف میگه من میرم میچ از سپر به و بش خب نه دیگه گفتیم غلطه گزینه ب میگه ایش هوپه اون بلند ماز لانگ اف لیش هوپه خب نکته تلی داشتیم باز گفتیم تو 90 درصد سوالا و گزینه ها اگر لغت هوپه بود اون گزینه در درصد غلطه اینجا هوپه داریم یعنی بوغ زدن که غلطه میگه ایش هوپه من بوغ میزنم اون بلند مرمز لنگ آف لیش توپه میگه اون رو مثلا بهش نور بالا پایین میزنم یعنی دیدش رو کور میکنم از طریق نور بالا پایین زدم میگم هوی مثلا یا بود چیه جلو من انقدر داری آروم میری بکش که ما میخوایم رد بشیم خب این کارم ما نمی کنیم دیگه این کارم بسیار غلطه گزینه سه میگه ایش وارت من صرف میکنم 20 ایش او کان تا زمانی که بتونم ثروت بگیرم خب گزینه سه کاملا درسته آفلو همونجا گفتیم فقط سه درسته امتیاز سوال 4 امتیاز وایتم سوال 4 اون میته با بی فور لوس فارن مشتن هاون زی زیش گئرگت اون سینت زیر ووتن وی زورتن زی زیش زی 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 فرهالتن میگه اون میته با بی فور زی بلافاصله قبل از اینکه شما لوس فاو ماشین بخواید حرکت بکنید یعنی توی خونه هستید حالا میخواستید برید بیرون حالا بلافاصله قبل از اینکه برید بیرون حالا مثلا یه اتفاق افتاده خشکین شدید اون ها بن زیزیش گرید و خیلی عصبانی شدید اون زین زروتون و خیلی خشمی که علتون هم قرمز شده عصبانی قبل از اینکه حالا آماده بودید میخواید برید بیرون خب وی زوت زیزیش فرد حالا چه جوری رفتار خب نباید بریم بیرون دیگه خب تو این حالت رانندگی کردن بسیار خطرناکه خب گزینه ا میگه ایشفاق خب لغت تله اینه که میگه من ادامه مسیر میدم یعنی حرکت میکنم میرم بیرون نه دیگه ببینید این لغت تله این که توی جمله است که من ادامه مسیر غلطه گفتیم شما باید تو خونه بشینید که عصبانیتتون کم بشه این که میگه من ادامه مسیر میدم و میرم به اصطلاح سوار ماشینا میشم برم این داره غلط میگه خب من فقط معنی میکنم اون به خاطر اینکه میش خودم رو دوش از طریق دیفار این حرکت فون ماینم ارگ از این عصبانیت اپ تو لنکه. کم بکنم میگه من میرم سوار ماشینم میشم که تو حرکت این عصبانیت رو کم بکنم نه دیگه این گزینه آ غلط گزینه ب میگه ایش فزوق من سعی میکنم شنل سری انسیل تو کامل که به مقصدم برسم اون به خاطر اینکه میش خودم رو دور تو بغویگن اونجا خودم رو آروم بکنم نه دیگه. گفتیم به هیچ عنوان نباید سوار ماشینتون بشی حرکت بکنید خب اینم داره غلط میگه گزینه 3 میگه ایش واق اس لوس من اول حرکت میکنم ون وقتی که ایش میش خودم را وی دوباره به قوی به که خودم را آروم کرده باشم خب این داره درست میگه اول باید خودتون آروم بکنید ریلکس بکنید به اصطلاح هر وقت آروم شدید میتونید سوار ماشینتون بشید و برید خب گزینه 3 داره درست میگه اولازون همونجوری گفتیم فقط 3 4 تیزی وایت هم سوال پنج زیزین دوش این گفار بغیم نور کناب اینم فکیز اون فا اند گنگن ایغه هنده اون کنی سیتن یه فار سیل ایس نوخ وید اند فند واز زوتن زی تون میگه زیزین دوش شما از طریق این گفار بغیم یه ترموز خطر نور فقط کناب خیلی نزدیک اینم فکیز اون یه تصادف رانندگی رو اند گنگن ازش عبور کردی یعنی چی؟ یعنی اونجا یه تصادف شده شما تونستید که به اصطلاح از این برخورد جلوگیری بکنه و گرفتید مثلا این تصادف رو رد کردید ایق هند اون کنید سیتن دست سوپانه هنوز داره میلرزه خب یه فارت سید ایس نخ واید انتفت و به صلاح مقصدتون هم هست نخ واید انتفت خیلی دوره هنوز یعنی حالا مثلا چند ساعت دیگه راهندگی دارید به مقصد برسید مثلا واس زیتون چیکار باید بکنه؟ خب اینجا شما باید حداقل یه مدتی رو بزنید کنار و به تا این دستوپاتون از لرزش بیفته آروم بشید همینجوری نباید گازش بگیرید برید خب گزینه آ میگه ایشفاق فورزیش 20 تو نیکست halte هالت weiter اون میش دور میگه فاق من میرونم با احتیاط 20 تا تا یک به موقعیت توقف تا یه موقعیت توقف اونجا ادامه مسیر میدم اون میش و خودم رو اونجا تو بغویگن. آروم میکنم در درست میگه بعد تا اون به اون قسمتی که تعبیه شده برای استراحت کردن تا اونجا برونید و اونجا دیگه خودتون آروم بکنید تا بتونید ادامه مسیر به گزینه آ درست گزینه ب میگه ایش فاق بیس تو من فارسی وایت اون میش دورد این اه تو اهل. میگه ایش فاق من میرونم با احتیاط تا تو ماینم فارسی تا مقصدم وایتا ادامه مسیر میدم اون به خاطر اینکه میش خودم رو دورت اونجا این در آرامش ارهولن یعنی چی خودم رو اونجا در آرامش ریکاوری کنم دوباره خودم رو اونجا آروم بکنم خب این غلطه دیگه گفتیم که نباید تا به اصطلاح جایگاه بعدی که میشه پاوزه کرد برونید و اونجا خودتون رو آروم کنید و بعد ادامه مسیر بدید گزینه به غلط اولتون همونجا گفتیم آ درسته امتیاز سمتیازی وایتا سوال 6 Was müssen Sie beachten, wenn Sie nach einem langen Arbeitstag noch ein Fahrzeug führen? میگه واس موسین زی باخته و به چه چیزی توجه بکنید ون وقتی که زی شما نخ این لانگن آرویس بعد از یک روز کاری طولانی نخ هنوز این فرد یک ماشین فیوگن بعد برن بعد با ماشینتون برگردید خونه یعنی چی یعنی روز طولانی کاری داشتید حالا باید با ماشین برنید خونه حالا گزینه آمیگه ich werde schneller میگه ich من میشم schneller müde خیلی سریع خسته میشم خب این داره درست میگه دیگه گزینه ب میگه ایشماخ mache weniger فا فعلا میگه ich من درست میکنم weniger فا فعلا اشتباهات راهندگی کمتری رو درست میکنم یعنی چی غلط داره میگه برعکسش داره میگه وقتی که شما به حد مرگ به صدا خسته ای اشتباهات رانندگی تون بیشتر میشه کمتر نمیشه گزینه بغله گزینه سه میگه ایش ونیگه یعنی چی یعنی من میرونم کمتر با با تمرکز کمتری میرونم خب این داره درست میگه تمرکزتون کم میشه اولوزون همونجوری گفتیم اوسه درست امتیاز سه, سه سوال هفت واقعا اکنت من einen گوتن فارتسوک فیغم میگه واقعا اینکند من از کجا میتونه آدم تشخیص بده این گوتن یه راننده فارتسوک و یه راننده خوب رو از کجا میشه تشخیص داد خب گذینه میگه این گوت ها فارتسوک فیغم سایش دوش این رویگه اون گلاس نه فارویز آوز میگه این گوت ها فارتسوک یه راننده خوب سایش نت زیش خودش رو نشون میده دوش از طریق این روی گسته آرامش اون گلاسن نفر یه مهارت روندن آروم به صلاح خودشون نشون میده که این راننده خوبیه این داره درست میگه گزینه ب میگه این گوت فاتسک فورا گیت نیش اف ام فکر این میگه این گوت فاتسک یه راننده خوب گیت نیش نمیره اف پرووکاسیون به صلاح پرووکاسیون میشه اینکه جوگیر نمیشه متوجه هستی منظور اینه جوگیر نمیشه این شخص در تردد خیابون اینجوری تعریفش کنی بهتر میگه راننده خوبیش موقع تو خیابون جوگیر نمیشه جوش بدیم بدی مثلا گاز بده اینجوری مانو بده و اینا خب اینم داره درست میگه گزینه سه میگه این گوت افارس رو فوق راننده خوب وایس اندر فکیس تاینیم شتت اوف ایره فافل هین میگه یه راننده خوب وایس هوشدار میده اندر فکیس تاین به ماشینای دیگه stets به طور ثابت auf ihre به اشتباهات رانندگیشون هی هشدار میده میگه مثلا چرا اینجا پیچیدی جلو من چرا اینجا مثلا راهنما نذاری نه دیگه این راننده عصبی این کارو میکنه ای مردم گیر میده گزینه سه در غلط میگه اولوزون همونجا گفتیم اوبه درسته امتیاز سوال 4 امتیازی سوال 8 warum wirkt sich Umweltschonendes Fahren auf میگه و چرا این تاثیر میذاره اون وکس چون این به رانندگی خوشایند محیط زیست این آلگ به طور کلی او همچنین آفدی فکیه شاید گونستیش به به امنیت تردد کمتر یعنی چی؟ یعنی چرا حالا مثلا ما که به خوشایند محیط زیست رانندگی میکنیم این امنیت تردد در خیابون رو تاثیر میذاره روش و کمش میکنه منظور این سوال اینه گزینه آ میگه وایل بایم با اونورشونندن فارن هوی گشویندیکایتن فرمیدن وردن زو دس گفرلیشه سیتواسیونن زلتن آفتریتن میگه وایل به خاطر اینکه بایم با اونورشونندن با این رانندگی های خوشایند محیط زیست هوی گشویندیکایت این سرعت های بالا فرمیدن که به اصطلاح اجتناب میشه ازش خب زود است که که gefährliche situation موقعیت های خطرناک و به نودا آفتقتن به وجود میاره خب این داره درست میگه دیگه یعنی, یعنی شما همیشه مطابق با محیط زیست خوشایند محیط زیست بکنید این سرعت های بالا که ازش اجتناب میشه موقعیت خطرناکی به وجود میاره یعنی ماشینایی که با سرعت های بالا دارن رانندگی میکنن شما که حالا دارید درست درمون میرونید این باعث موقعیت های خطرناک میشه گزینه خب ها داره درست میگه Gozine ب میگه وین بایم فارن میت آلترناتیون کرافتستوفن نو میگه اینکه به وسیل رونن میت آلترناتیون کرافتستوفن به این یعنی سوخت آلترناتیو دیگه مثل مثلا دیزل بنزین دیزل یا گاز یا ماشین برقی نور فقط لانگزام گفارن ویدن کان میشه فقط آروم روند نه دیگه این داره غلط میگه دیگه مثلا ماشین برقی باهاش میشه آرون رو نه دیگه ماشین برقی هم همون سرعت رو میره ماشین دیزل هم سرعت رو این داره غلط میگه گزینه سه میگه وای اون میگه وای به خاطر اینکه در حال حاضر فراوس شاوند این به سر رانندگی فراوس شاوند گفتیم که مثلا به جای 5 متر 10 20 رو ببینید خب زود است که اینجوری وایه گفاون این به خطراتی رو فرو ارکاند میتون سریع تشخیص بدیم اوندس ها به خطریم به گود فمیدنور کن به خطر این خیلی خوب میشه از این خطرات اجلااب کرد یعنی, یعنی اگر بهصللا شما آروم برید این فقاشاونفاون یعنی جلوتون جلو رو بیشتر میتونید ببینید و اگه خطریان باشه سریع میتونید تشخیص بدید و به از این خطر میتونید اجتناب بکنید خب گزینه هم داره درست میگه دیگه ببینید شما اینجوری میتونید خطر رو زودتر تشخیص بدید و ازش اجتناب بکنید دیگه گزینه هم درست آفلازون همونجور گفتیم آوسه درسته امتیاز ساعت چار امتیازی سوال 9 فور اینن این این لاسوک این در غیس بلینگ هینتا این این درنگلت این اون گدول دیگه پیکاوی فاقا واس کنین زیتون میگه فور اینن جلوی شما فد میرونه این لاسوس لاسو گفتیم تریلی دی کامیون تریلی خب در ریس بلینک که سمت راست راهنما میزنه میخواد بشه سمت راست این اینن این پشت شما درنگت این اون گدول دیگه پکاوی یک ماشینی که صبرش دیگه تا اومده درنگت یعنی سر میده ماشینشو میکشه بیرون که از بقل شما سرقت بگیره

ماشینی که مثلا سر داده ماشینشو رو کشیده از بغل ما سبقت بگیره دست او این سبقت گرفتن سو الاش نه براش آسان تر بکنم درست میگه بعد فاصلت رو با اون کامیونه زیاد بکنید تا این که اومده برای سبقت گرفتن بتونه جا داشته باشه بکشه جلوی شما گزینه ب میگه ایش به وایل وای ایش دست میه ده لست وگن این چایشن به حولن گیون ویل خب میگه ایش و من سبقت میگم وایل به خاطر اینکه ایش فرموت من فرض میکنم دست که میه به من در لست فقط این راننده تریلی این ساشن یه علامتی چون او برای سوادی ها ویل میخواد به من بده یعنی چی؟ نیمه فرض میکنم اینکه که سمت راست به من علامت داده که آها من بیام سبقت بگیرم رد بشم برم نه دیگه ما همچی فرضی نمی کنیم گذینه به گذینه سه میگه باول ایس گان زی شبین دستی فکیز لاغت دست گفال لست او لست میگه ایش او اس اول سبقت میگم ون وقتی که ایش من خودم زبس گانس زی شبیم وقتی که خودم مطمئن بشم که دی فکیز لگه این تردید خیابون داشت که فعال لست او این تردید خیابون بی خطر سبقت گرفتن رو به من اجازه میده گزینه سه هم داره درست میگه آفلوزون همونجور گفتیم اوسه درست امتیاز سوال چار امتیازی وایت هم سوال ده سوال آخر این ویدیو آف این شتغاس آو صحاب گشلوسن ارتشافتن فرد فر اینن پاوی etwas لنگ زمه از زی اگ زیش اوبر لانگ زمان پاوی وی فقط زیش در یک خیابون اووس ها در جاده بیرون شری فرد میونه ف فر این جلوی شما پکاوی ماشین سواری etwas لانگ که آروم تر از اس لا این اجازه داده شده مثلا اونجا سرعت فرزنصد تا این داره مثلا ه در تا تا میره خب. زی ایگن شما عصبانی میشی او و دن لنگ زام وقتی از این ماشین که داره آروم میره خو؟ وی فقط زی زی چجوری بر رفتار بکنیم گزینه ا میگه ایش پاس ماین گشویندیکایت دم فوراوس فارندن ان میگه ایش پاس آن من به تطبیق میدم ماین گشویندیک این سرعتم رو دم فقط فقا با اون ماشین جلو این داره درست میگه مثلا اون داره 80 تا میره شما مثلا 100 تا اومدید خب اون سرعتش کمتری دیگه شما بعد سرعتون رو با اون تنظیم بکنید گزینه ها درست گزینه ب میگه ایشو و حال ان گاگنتا شتله میگه ایش و حال من سبقت میگیره ان گاگنتا شتله در یک موقعیت به مناسب موقعیت که مثلا درست همه چیز زیشه همه چی با احتیاط من از این سبقت بگیرم گزینه ب هم درست. گزینه سه میگه ایش بت دیگه دیلیش توپ 20 در پکاوی فوم می شنل افت میگه ایش بت دیگه من انجام دادم دیلیش توپ این نورمو بالا پایین میکنم 20 تا در پکاوی ماشین فرم جلوی من شنل افت سایتا برون یعنی چی یعنی میرم میچسبم بهش این نور بالا پایین میگم وای بابا برو دیگه اینجا مثلا 100 تا چه داری 80 تا میریم نه دیگه ما همچین کاری نمی کنیم آفلوجون همونجوری گفتین آوبه درسه امتیاز سوال 4 امتیازیه خب دوستان خوبم این ویدیو تموم شد توی ویدیو بعدی 17 سال آخر این دوتا قسمت رو بررسی میکنیم تا ویدیو بعد شما رو به دسته خدا میسپرم خدا نگهدار